در چه مواقعی سوند ادراری یعنی شستشوی سوند ادراری فایده ای نداره و شما باید مریضتون رو بیارین بیمارستان. یه 4-5 تا نکته هست که اونا رو من به شما میگم، یعنی در چه مواقعی شما اگه مریضتون رو تو خونه حتی اگه شستشو هم بدین شستشوی فایده ای نداره و باید مریضتون رو حتما بیارین بیمارستان. مورد اول چیه؟ مورد اول اینه که مریضتون خونریزی زیادی داشته باشه، خونابه ای نباشه، یعنی دقیقاً از نظر غلظت شبیه خون باشه، قشنگ رنگ پر رنگ باشه، قرمز پر رنگ، قرمز کم رنگ نه، ریزی خیلی شدید باشه، باید مریضتون رو بیارین بیمارستان. یعنی هر چقدر شما شستشو بدی هیچ فایده ای نداره، هیچ فایده ای نداره و باز هم ممکنه اون لخته ها اینقدر زیاده، باز هم ممکنه سوند ادراری گرفته بشه. مورد بعدی چیه؟ مورد بعدی اینه که شما علی هر چقدر شستشو میدی هیچ فایده ای نداره، یعنی باز هم انگار باز از اطراف سوند نش پیدا میکنه، یعنی انگار یا شستشوی شما درست حسابی نیست یا انقدر رسوبات و اون لخته ها زیاده کارساز نیست، در یعنی مریض شما خونریزی نداره ولی انقدر لخته ها تو مثانش زیاده، انقدر رسوبات زیاده، هر چقدر شما شستشو میدی به هیچ جایی نمیرسی، دوباره 5 دقیقه بعد دوباره گرفته، دوباره سوند میگیره و اگه همچین مواقعی هی پشت سر هم تکرار بشه اون دیگه فایده ای نداره، هر چقدر شما شستشو بدید فایده ای نداره، باید بیاد بیمارستان و شستشوی مداوم براش گذاشته بشه. سومین مورد تاریخ انقضای سونده، یعنی اگه شما مریضتون پدرتون پدر بزرگتون داخل منزل تاریخ انقضای سوندش گذشته باشه، تاریخ انقضای سوند تا 2 هفته است، حتی اکثر تا 2 هفته، در همچین مواقعی هر چقدر شستشو شما بدین فایده ای نداره، چون تاریخ انقضای سوند بگذره رسوبات گرفتگی ها خیلی زیاد میشه و شما با شستشو دادن نمیتونی مشکل رو حل کنی. برای همین شما باید مریضتون رو بیاید بیمارستان و سوندش تعویض بشه. مورد چهارم چیه؟ مورد چهارم ادرار چرکی و در واقع خیلی چرکی خیلی زیاد که مخصوصا با علائم تب و لرز، یعنی اگه شما مریضتون تو خونه ادراری خیلی چرکی داشته باشه، ادراری خیلی چرکی هم معمولا رسوبات و گرفتگی های خیلی زیادی دارن، شما اون مریضتون رو اگه شستشو هم بدین فایده ای نداره، چون عفونت کرده و ادرارش چرکیه و مخصوصا اگه تب و لرز هم همراهش باشه شما با شستشو دادن به هیچ جایی نمیرسی، باید مریضتو بیاری بیمارستان و سوندش تعویض بشه یا حالا آنتیبیوتیک براش تجویز بشه و حالا کارهای لازم انجام بشه. پس تو این ویدیو ما آموزش نحوه شستشوی سوند ادراری در منزل رو گفتیم، تجهیزاتی که لازم هست رو بهتون گفتیم و 4 نکته ایه که اگه شما شستشو هم بدی و فایده ای هم نداره هم گفتیم، خونریزی های شدید بود، تاریخ انقضای سوند اگه گذشته باشه فایده ای نداره شستشو دادن، هر چقدر هم شستشو میدی با اینکه این مریض هیچ مشکلی هم نداره، یعنی نه ادرار چرکی داره نه خونی داره، ولی هر چقدر شستشو میدی هیچ فایده ای نداره، دوباره 5 دقیقه بعد دوباره میگیره، اونم دیگه باید بیاری بیمارستان. و مورد آخرش هم این بود که ادرارش خیلی چرکی باشه و تب و لرز داشته باشه، حتی ادرارش از اطراف سن نشتم پیدا بکنه بازم فایده ای نداره و باید بیاری حتما بیمارستان. امیدوارم که این ویدیو به درتون بخوره و در واقع با این ویدیو رو چندین بار ببینین تا یاد بگیرین قشنگ تو خونه سند مریضتون رو شستشو بدین و نیاز نباشه که این همه راه رو الان هزینه کنین و زمانتون رو هدر بدین که این همه راه رو بیاین بیمارستان، که فقط یه شستشوی ساده مریضتون انجام بشه و برگردین خونه. امیدوارم این ویدیو به درتون خورده باشه، اگه دوست داشتین حتما لایک و کامنت سابسکرایب فراموش نشه، تا یه ویدیو آموزشی دیگه شما رو به خدای بزرگ میسپارم.